سلام خدمت دوستان و بینندگان عزیز. امروز سفری داریم به استان خراسان. یکی از غذاهای معروف استان خراسان کتلت عدسه که واقعا خوشمزه است و اگر اجازه بدید امروز میخوام این غذا رو بهتون آموزش بدم. پس کارم رو با معرفی مواد اولیه شروع میکنم. عدس پخته شده 1 لیوان، سیب زمینی آب پز شده 1 عدد، پیاز رنده شده 1 عدد متوسط، تخم مرغ 3 عدد، زردچوبه 1 قاشق مرباخوری، نمک به میزان لازم، آرد نخودچی 1 قاشق غذاخوری، ماستتون باید سفت باشه 1 قاشق غذاخوری، پودر سیر 1 قاشق چایخوری، فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری. خب دوستای خوبم، ابتدا این عدسی رو که پختیم توی آبکش می‌ریزیم، یه ذره آب روش می‌گیریم تا اون آب سیاهی عدس بیرون بیاد و میذاریم تو آبکش کاملا آبش گرفته شه. بعد بالا با چرخه گوشت، میکسر، هر چی که در دست دارید اونو به این شکل آسیب خور له میکنید. من با گوشکوب برقی این کارو میکنم. تمام عدس رو به این شکل پوره کردیم. حالا سیب زمینی رو لهش میکنم. کاملا لهش کنی. و به مواد عدسمون اضافه میکنیم. حالا سیب زمینی هایی رو که پوره کردیم داخل عدسمون می‌ریزیم. حالا ماستی که داشتیم اضافه می‌کنیم. آرد نخودچی رو اضافه می‌کنیم. پیاز رنده شده، پودر سیرمونو، پودر سیرم اضافه کردم، فلفل سیاه داریم میکنیم، زردچوبه، نمک، تخم مرغ را میشکنیم داخلش، بعد از اینکه تخم مرغ را شکستیم کاملا ورز میدیم تا حالت چسبندگی پیدا کنه. وقتی که موادمون کاملا مخلوط شد، روغن رو میذاریم داغ میشه و اینا رو سرخ میکنیم. حالا من روی گاز این کارم بهتون نشون میدم. روغن رو گذاشتیم روی حرارت، روغنتون کاملا داغ بشه. به 2 روش میتونید این کتلت ها رو درست کنید. هم من یه روشش رو بهتون آموزش میدم. هم میتونید مثل کتلت حتما یه لیوان آب بذارید کنار دستتون. یه لیوان آب بذارید، دستتون رو نمدار کنید و یه تکه از کتلت رو بردارید. مواد کتلت عدس رو بردارید به این شکل توی دستتون. حالا هر شکلی که خودتون دوست دارید حالت بدید و تا
داخل روغن میندازیم. روش دیگه ای هم که میتونید استفاده کنید، از دو تا قاشق رو بر میدارید، یه ذره نمدار میکنید، از موادمون بر میداریم، توی قاشق قشنگ حالت میدیم. داخل روغن میندازیم و هر مدلی که خواستید، حالا به شکل دایره یا همون کتلت خودمون، این یه مقدار آب داشت. من یکی دیگه با دستم درست میکنم. دستمون رو نمدار میکنیم، یه مقدار از مواد بر میداریم داخل دستمون و با انگشتمون روشو حالت میدیم. هر دو روش، هر روشی که دوست دارید امتحان کنید. شعله گاز حتما کم باشه. یه طرفش که سرخ شد برمیگردونید، طرف دیگرش هم سرخ میکنید، به همین راحتی. خیلی به راحتی میتونید برگردونید. الان این کتلت عدس ما سرخ شده، این یکی رم بر میگردونم. این غذا برای کسانی که گیاهخوارن بسیار مفیده. همونطور که خودتون اطلاع دارید، عدس خونسازه و حتما توصیه میکنم تو وعده های غذاییتون این کتلت عدس هم جا بدید و به راحتی تهیه میشه و مخصوصا در کنار ترشی بی نهایت خوشمزه است. من یکی دیگه هم بندازم. همونطور که میبینید کوکوهای کتلت عدس ما داره سرخ میشه. توی یه دونه ظرف چند تا دستمال کاغذی میذاریم یا هر چیزی که خودتون دوست دارید که روغن اضافی اینو بگیره. من نگاه میکنم ببینم سرخ شده. بله، همونطور که میبینید کاملا سرخ شده. اینا رو منتقل میکنم به روی دستمال کاغذی تا روغن اضافهش گرفته شه. این یکی هم همونطور که میبینید به راحتی میتونی پشته رو کنی. خب عزیزان، حالا تزیین غذایی که خواسته بودید، من اینو خیلی به روش ساده تزیین میکنم. همونطور که میبینید هیچ کاری نداره. هر چیزی که توی منزل دارید شما میتونید برای تزیینات استفاده کنید. من یه مقدار کلم سفید داشتم که اونا رو رنده کردم و کف ظرفم به همین شکل ریختم. برای زیبایی کار یه مقدارم کاهو داشتیم که کاهو رو من دوباره ریز کردم، وسط این یه مقدار به این شکل ریختم. حالا گوجه داریم. گوجه ها رو هم شما میتونید به این شکل حلقه حلقه کنید. مطمئنا شما خیلی بهتر از من تزیین میکنید. اگر یک ذره صبر و حوصله به خرج بدید، تزیینات بهتر از منم میتونید انجام بدید. حالا کتلت های عدسی رو که داشتیم از گوشه به هر شکلی که دوست دارید میتونید تزیین کنید. من اینو بذارم نزدیک. به این شکل به راحتی میتونید تزیینات بهتر از اینم در نظر بگیرید. این غذا واقعا خوشمزه است.
بازم تکرار میکنم، کسایی که گیاهخوارن میتونن از این غذا، چون هیچ نوع گوشتی توی این غذا ما نریختیم، میتونن استفاده کنن. این ورم به همون شکل تزئین میکنیم. هرچی این کار رو برای اون طرف کردید، برای این ورم به شکل قرینه انجام بدید. حالا یه مقدار از اون کاهوهایی که داشتیم برای زیبایی کار روی کتلتامون میریزیم، خیلی کم. با این گوجه های تزئینی اطراف کتلتامون میذاریم و هر شکلی که دوست دارید. به شکل ناهماهنگ هم میتونید این کار رو انجام بدید. حالا سالادی که من برای فلافلمون تهیه کرده بودم، یک مقدار سالاد کلم بنفشی که برای فلافل تزیین کرده بودم، با این غذا واقعا خوشمزه میشه، یه مقدار به این شکل روی کارمون میپاچیم، نمای قشنگی به غذامون میده. در کنار این غذا هم این ترشی، این سالاد واقعا خوشمزه میکنه غذامونو. خب بینندگان عزیزم، من طرز تزئینش هم بهتون آموزش دادم. امیدوارم از این برنامه ما هم لذت برده باشید و تا یه برنامه دیگه و یه غذای دیگه شما رو به خدای بزرگ سپارم. خدا نگهدار.